سلام و درود به همه امیدوارم که حالتون خوب باشه ایشوف دست اویش گود گید ایشوف دست دیا ای گود گید ایشوف دست ایو وول فیلد اینا آرزوهایی بود که من برای شما داشتم پس میریم سر اصل مطلب به درخواست دوستان برای شما ویدیو درست میکنیم اول که هابن، زاین، وردن فیلهای کمکی هستن در اصل آبن و زاین این دو فعل برای ساختن گذشته پرفکت خیلی مهم هستن و مهم هست که ما در حالتهای مختلف اینا رو یاد بگیریم و فکر میکنم به اندازه خیلی کافی این دو فعل رو من توضیح دادم و جدا جدا هم توضیح دادم وردن خودش به تنهایی به چند تا فیلم نیاز داره و الان چند تا فیلمش در سطح الان شما که من بخوام درس بدم نیست کسی که مثلا با ولن مشتن میسن زولن و غیره نمیتونه جمله سازی بکنه سختش هست اگر من برم پسیو و اکتیو اینا رو توضیح بدم متوجه نمیشه پس بهتره که در سطح شما در سطح خودتون یاد بگیرید و من باید درسامو به ترتیب درست بکنم به این خاطر در این سطح ما درس میدیم تا برسیم به اون سطح و بعد اونا رو بهتون درس میدم پس مهمترین فعل هایی که بایستی یادش بگیریم اینا هست مهمترین فعل ها هست یعنی اینا رو بلد باشین خیلی جمله سازی ها براتون راحت میشه پس این دو فعل رو ما الان کار میکنیم و هیچ جمله ای من آماده نکردم تا بتونم حس واقعیش رو بیان بکنم فعل بدایه باشه در م... یعنی در لحظه باشه پس بریم سراغ این دو فعل در یک فیلم دیگه این دو فعل کار میکنیم بعد یک فیلم دیگه این دو فعل که بعد بدونیم که تفاوتشون چی هست و چجوری میتونیم باهاشون جمله سازی بکنیم پس ولن مشتن هر دوش به معنی خواستن هست موقعی که ما میخوایم آرزوهامون یا خواسته رو بیان بکنیم با این دو فعل از این دو فعل استفاده میکنیم حالا بریم ببینیم تفاوتشون چی هست میخوای بگیم من میخوام دکتر باشم بشم ایش will art werden werden به معنی شدن هست ایک ویل آرت werden من میخوام دکتر بشم پس تو میخوای دکتر بشی حالا ما اینو بگیم ایش مهد آت وردن؟ آیا این غلط هست؟ نه غلط نیست ولی این معدبانه تر هست سطحش بالاتر هست این معمولا با درجه بالاتری هست مثلا وقتی یک بچه رو میبری توی یک فروشگاه به مامانش میگه ایش ویل داس ماما یعنی من اینو میخوام یه بچه رو پیدا نمیکنی که بگه ایش مشته ایش مشته مشت ولی یه بچه میگه ایش ویل داس. وقتی میخوای مثلا زبان یاد بگیری و قصدت خیلی محکم و خیلی استوار هست و تصمیمتو گرفتی حتما روزی سه ساعت زبان بخونی میگی که ایش ویل من هر روز ایش ویل یه دن تاک تاک غایشتوندن لنایشویل الا اینجا بهش اضافه بکنیم اون به دینت. حالا من زیرنویس میکنم که بفهمید چه جوری هست ایشویل یدنتاککایشتون دویچلرنن یعنی من میخوام حتما میخوام سه ساعت در روز زبان یاد بگیرم حالا بگیم مشته درجهش کمه دوست دارم یاد بگیرم حالا اینو میگیم ایش مشته مشته حالا اینو اینجوری بگیم قشنگتره تره اینو اینجوری بگیم قشنگ ایش ویل اون به دینت من میخوام حتما هر روز سه ساعت آلمانی بخونم ایش ویل اون به دینت یه دین تا غایشتونن دویش ولی حالا اینجا مشته ایش ویل نمیتونی بگی ایش مشت اون بدین جور نیست یعنی باش جور در نمیاد مشتن یعنی دوست داشتن از این فعل هست میگن کنیونتیف سوای میشه مشته ایش مشته ولی در فارسی فقط خواستن معنیش بکنی خواستنی که همراه با دوست داشتن باشه ایش مشته یه دین تاک تاک شتوندن دویچ لرنن این چه معنی میده یعنی میگه من دوست دارم هر روز سه ساعت زبان آلمانی یاد بگیرم خواستنی که با دوست داشتن باشه حالا نتونستم نتونست ولی وقتی میگه ایش ویل اون بدینگ یه تا drei stunden یعنی دیگه تصمیمشو قاطع گرفته پس این میشه تفاوت ولن و مشتن این تفاوتش میشه این با دوست داشتن هست این معمولا خواستنی هست که درجه بالاتری داشته باشه و قاطعیت بیشتری داشته باشه این همراه با دوست داشتن هست و معدبانه تر و تر هست پس امیدوارم که این ویدیو کمکتون بکنه در ساختن جمله حتما برای خودتون جمله سازی بکنید از روزمره خودتون بهترین هست در سطح خودتون بمونید و ادامه بدید با انرژی پس تا ویدیوی بعد بدرود